واتاشی نو نامه تو آپاشی توشه و نو نامه کامی کاز بگامارا. نه خیلی خوب حالا بی منو تو این قسمت خیلی میخوام جنجالی باز شروع کنم با من چرا نه با تو کاری ندارم در آینده ولی به تو هم ربط داره اگه حد زدی در مورد چی میخوام صحبت کنم شاید هم به ربطی نداشته باشه در آینده در مورد شوگر و شوگر مامی میخوام بات صحبت کنم. مم. مم دوست داری؟ شوگر ددی نه. آها اصلا سوالم از تو اینه خب چه سری رفتی سر اصل مطلب میخواستیم چیز شوگر ددی فرع مطلب اتفاقا بی منو شوگر و کلا تو چ... کی میبینی یا شوگر مامی فرقی نمیکنه خب به کی میگی شوگر دادی یا شوگر مامی و اصلا کلا با این کانسپت موافق هستی نیستی بیا کم با هم صحبت کنیم خیلی مود شده جدیدن خب یعنی جایدن که خیلی وقت بوده ولی الان یه مقداری بیشتر مود شده اینو تو اون موزیکه نه, ب... نه نه, والا. می... نه به نه هیچ یعنی موزیک... اون باعث نشو نه ببین به, به هیچ موزیکی کار نداشتن واقعا شوگر و رو کی می‌بینی شوگر و شوگر مامی موجوداتی هستن که یه <coughs> هزینه‌ای حاضرن بدن برای اینکه به یه خاصه‌ای برسن که اگر اون هزینه رو ندن به واسطه سنشون به صورت نرمال نمیتونن به اون خواسته برسن بابا سوسماس چه تعریف سنگین و عجیبی ولی اگر مثلا میخوای بگی با یه آدمی که قبلا مثلا شوگر اینجوری جالب میشه دیگه یارو مثلا دوست دختر الان تو قبلا شوگرددی داشته قشنگ شد آه. خب خودت بازم پرسیدی خود جواب بده خیلی خوب اینجوری میگه گذشته هر کسی به خودش مربوطه گذشته اون به تو مربوطه نه گذشته هر کسی به خودش خب میدونم پس تو هم موافق اینی که گذشتهش به خودش مربوطه ببین گذشتهش به من مربوط نیست ولی گذشتهش رو دوست ندارم آفر. من یه سوالی دارم یه دختری هست که معروفه به اینکه شوگر ددی داره خب میدونه که داشته حالا حد میزنی دیگه به حال رابطهش تموم شده یه مدتی تو هم با تیپ و قیافه و استایلش حال میکنی پس تو باهاش توی دفعه آینده دوست نمیشی به خاطر اینکه اون پرونده رو داشته ببین احترام قائلم براش به عنوان یه آدم یعنی اینجوری نیست برم هر جا میشنم بگم این میدونی اونو قبول دارم این... اونو ولش ولی من اصلا چ... یعنی من نیستم پس بذار یه سوال دیگه بپرسم برگردیم عقبتر همین الان پاشا چند ساله تا الان؟ یه ذره دیگه سی دیگه سی یه خانومه میخوام با توجه به سنت شوگر ما میتونه انتخاب کنم آه. یه خانومه پنج هشت ساله خوبه دیگه احش شوگر احش میشه اصلا این خودش سواله چند ساله واسه تو شوگر حساب میشه اصلا چه سوالی بود چند ساله واسه کی شوگر حساب میشه هه. اصلا معیار داره شوگر از کجا میاد ببین من بچه بودم یعنی جالب الان چون خودم سی ساله میگم مثلا من سی ساله رو یه آدم سن و سالدار میدونستم سی سالشه برای این اگه مثلا یه نفر الان 18 سالش باشه سی ساله میتونه برای شوگر باشه فکر کنم با توجه به تعریفی که من و... نه با توجه به ذهنی که مثلا قانون نداره که مثلا که جزوه نداره بری اگر شوگر یا شوگر مامی پول نداشته باشه اصلا جز این کاتگوری حساب نمیشه درسته شوگر باید یارو یه شکری بهت بماسه خب اون شکر جز پول چیز دیگه اینه دیگه ازید الان دیگه پوله دی نه مگه چیز دیگه هم هم شان... شو ددی چیز... چه چیز دیگه ای داره به دماسه شهرت نمیتونه باشه نه نه بذار پس مثال بزنیم تو الان یه خ... با انجلی جولی دوست بشی شوگر مامیت میشه انجلی راسیه قبول داری هیچ وقت با این جولی, اگه... جولی نگاه خب یعنی آخر... اون اون پولدار هم هست معروف هم هست دیگه یعنی تحش. نمیدونی نمیدونی کدومش به تو داره باکلاوا مامیه اون آ... آفرین باری نمیدونی اون شیرینیه داره از کجا میاد سراغت خیلی دوست داشتیم ولی عاشق دیابتیم <applause> <applause> ببین حالا اون آپشنو ولش کن انجلینا هندیه یه خانم 58 هشت ایه مولتی بول دار تو هم از تیپ و قیافش بدت نمیاد ولی پرفکت نیست واسه تو خب میگه پاشا جون فردا صبح پاس آمریکا رو واسه تو اوکی میکنم Perfect زندگی لامبورگینی razor ریزر of... همه چی یاد ولی با من باش آره دیگه نه نمیکنی نه 58 سالشه زیادم نگفتم که مشتریشی خوبه ولی نه نمیکنی نه چون آخه داری میشاشی تو زندگیت دیگه یعنی مثلا خب تو میخوای اون پوله رو داشته باشی اون سر را داشته باشی که با آدمایی که دوستشون داری اشغال کنی یا اگه سینگلی آلردی مثلا برید چرا دختر بازی کنی پسر 6 سال دیگه این کارو بکنی 7 سال دیگه این کارو بکنی آها زندگیت یعنی دیگه سنت زرد سنت رفت بالاتر ولی بالاخره هنوز وقتی تو سنت رفت بالاتر شوگری هم برات وجود داره تو از من بزرگتری تو این کارو میکنی یه مثال برام بزن شاید به شرایطت به آپشنات بسگی هم داره همون فرض کن 58 سالشه سنش هم نبردن بالاتر 18 سال نه 19 20 سال من بزرگتره این آپشن ها رو همی داره همین الانم هم کامیز اخباری با همین سن و سالی که داره بشاشوش نمیرم نمیرم <applause> دیدی آره. من یکی یه چیزی برام نوشته بود نوشته بودش که چون به سلبریتی و اینا گفتی دیدی سلبریتی ها با یکی دوست میشن رابطه رو پابلیک میکنن بعد که رابطه به فاک میره میگن زندگی شخصی ما چرا انقدر سوال شخصی میپرسین آها خب نظرت چیه راجب این قضیه؟ یعنی تو داری به مردم حق میدی که سوال شخصی بپرسن بله مردم به نظر من تو هر حالتی حق دارن سوال شخصی بپرسن و تو حق داری که جواب ندی خب یعنی این دو تا قضیه کاملا مجزا هست همه تو نمیتونی به اونا گیر بدی که چرا میپرسی حتی اگه صد هزار تا فالوور داری نمیگم یه yeah, سلبریتی مثلا اصلا من میگم هر چی تو اصلا فرض کن حالا هر همون تعدادی میگم فالوور رو اصلا بذار کنار خب هر هر کی تو اشل خودش شما الان یه آدمی و اووردی به یه جماعتی معرفی کردی به عنوان پارتنرت اگه فردا روز با اون آدم نباشی اون جماعت حق دارن که تو رو سوراخ کنن که یارو کو خیلی پیچیده است در واقع که اگر بخوای حساب کنی کسی حق نداره تو رو سوال جواب بکنه خب خب ولی اگر کردن تو باید به عنوان یه کسی که تو اجتماع یه پوزیشن خاصی پیدا کردی به اون آدما حق بدی که حق دارن این سوالا رو بپرسن ولی اگه بخوای خیلی کلیر به قضیه نگاه کنی حق نداره این سوالا رو بپرسن خب برای اینکه زندگی شخصی تو تو حال کردی و اون پلتفرم هم پلتفرم شخصی تو درسته که برای پابلیک داری شیر میکنی اونو ولی به هر حال زندگی شخصی تو اگه اون پلتفرم منبع درآمد تو باشه زندگی شخصی نیست چون تو داری از اون مخاطبه استفاده میکنی تا به یه خاصه ای برسی اگر ام... از دوست دخترت یا خانومت هم تو اون پلتفرم استفاده کردی برای کسب درآمد بعد آماده این باشی که اون سوالا هم پرسیده بشه حالا شاید لزوما برای کسب درآمد این کار نکرده باشه مثلا طرف اصلا بلاگ آقا من اصلا خب, خب من مثلا یه بلاگرم یا مثلا یوتیوبرم هر چی دارم تبلیغ هم میکنم تو سوشال مدیام دارم پولم در میارم اومدم پارتنر هم یکی نشون دادم اگه پارتنر من نبینه چیز نشه اگه, اگه من مثلا کو من نمیتونم قاطی کنم بیام استوری بزنم که چرا این وارد زندگی شخصی من میشه با کی کار داشتی اینو بگو یکی نه, او... نه 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 خدا... یکی رو کار داری نه اگه داشتم میگفتم نداری نه نه. یه جا دیدی یه چیزی اذیت شدی برام فرستاد یکی گفت دوست دارم راجع به این قضیه نظر تو م... رو فکر م... کنم اون به یکی مسیج داده تا... طرف تو دایرکت رندش کرده خب جیدان خیلی هم پیش اومده این اتفاق بین آرتिस्ट‌ها و خواننده ها اینا خب و این معلومه که این سوالا پیش میاد دیگه تو وقتی نان استاپ داری با دوست دخترت مثلا استوری میذاری و فلان و اینا خب این ریاکشن هم باید بگیری وقتی کات کردی دیگه یعنی باید آماده اینم باشی اگه عصبانی میشی باید یه تو عصبانی میشه اگه این سوالو پرسن ببین از... شاید تو وجود خودم خوشم نیاد از این سوال ولی دیگه ریاکشن بدی هم نشون نمیدم دیگه یعنی مثلا یو استوری نمیذارم مثلا این چیزی که تو گفتی آی مثلا چرا سوال خفشین به من چیکار دارین اینو که ای هر کی بگه که دیگه بشاش تو سلبریتی بودنش دیگه خفشین به من چی نداری که آره خب شاید تو دو... نمیدونم شاید حال ناراحت بود به هر حال من میخوام یه موضوعی صحبت بکنم قبلش یه توضیح بدم خیلی کامنت گرفتیم که نمیدونم تو خوندی یا نه که خیلی پلنت باحال اینا دمتون گرم خیلی باحالیت با که اینا رو مینویسید ولی چرا مثلا موضوع یهو از یه موضوعی پرس میشه به یه موضوع دیگه ذات پادکست به نظر من حداقل اگه هم کن اگه موافق نیستیم که با شمشیر بزنم ذات پادکست اینه که واقعا در مورد موضوع مختلفی صحبت بشه من شخصا از این هفته تا هفته دیگه که میخواد پلنت زب بشه دغدغه های ذهنی هفتم و یه مون رو برمیدارم فکر هم همینی دقیقا همینم این درسته خب همه یه مردم این دغدغه ها رو دارن ولی همشون شاید این میکروفونه و این دوربین و این ستاپ ندارن که اینو رو زبط بکنن اگر بکنن خیلی جذابتر از برنامه من تو هم شاید بشه خب من میخوام بهت بگم که آقا ما هم همینیم دیگه من قرار نیست همش روتین در مورد یه چیزی صحبت کنم من یوهو از میوه فروشی میزنم تو مثلا فضا الان میخوای تو یه چیزی بزنی ولی گفتی که آمادت میده اول یه چیزی بهت بگم یه چ... م... می خوام به ازت یه سوالی بپرسم چه کارهایی به نظر تو مردونه است میخوام تو که منو میشناسی من آدم فمینیست باز اینجور چیزا نیستم به دو طرف احترام میذارم در حد چیز چه کارهایی زنونه است و چه کارهایی اصلا مردونه زنونه داره میخوام این چیزها رو از پاشا بپرسم و مثلا بهت بگم پاشا از یه دختری حال میکنه یه مثال هم زدم که جوابتو تو دقیقتر بگی که این دختره تعمیرکار ماشینه حالا چه تو ترکیه چه تو ایران تاثیری میذاره روی برام را... جذابتر میشه او برو بریم نه جدی میگم به تو اگه یه کار نه. مردونه نه، یا زنونه ببین. داره یا نداره؟ بگم مثلا تو دیدی میری تو اروپا میبینی که دختر راننده اتوبوسه آره خیلی برای جذاب تر میشه کارش سفری که به اروپا داشتم بالاخره منم خلا سر تو زبان زن <applause> ولی میدونیم دیگه مثلا چم هم تو همین ترکیه هم فکر کنم هست <applause> آره بله هست بله هست نی؟ بله بله خب اه... چون از بچگی برای ما بچه جا افتاده که مثلا راننده اتوبوس حتما باید سیپیل کلوف باشه تو وقتی اون دختر رو میبینی و با... در صورتی که اگه تو شاید تو همون شهر به دنیا اومده باشی برات عادی باشه اینجوری باشه که خب من مثلا بچگیم دیدم دیگه مگه چیه خب من میگم یه چیزی که توی یه مدت خیلی زیادی از زندگی نیدی وقتی یه هم میبینی برای جذابه یعنی الان از ام میخوام حالا بخوام یه خطی کنم این از اول برای ما بعد جا افتاده وگرنه مکانیک دختر شاید خیلی جای دنیا داریم حالا مثال منو ولش کن کارهایی داریم که زنون و مردونش جدا باشه آه. مثلا بهت بگم اشکالی نداره یک اشکالی که قطعا نداره نظرت چیه یک مرد ناخون کاره مثلا خانوما باشه ببین نا... اشکال که نداره صد درصد ولی من احساس میکنم اون جوری که خب اکثریت جامعه یه دخترها و زنها رو اگه بخوای در نظر بگیری اونا بهتر میدونن که ناخون اصلا کانسپتش چیه و چیزی میتونن باش کنار بیان حالا شاید یه درصد کمی از مردا هم باشن که خوب بدونن میگن اصلا بهترین آشپزهای دنیا مرد مردن حالا خب. ما نمیدونیم ما اینو نه این خب منم نمیدونم دیگه همه دارن اینو میگن دیگه یه چیزی که وقتی همه میگن تا نباشد چیزکی تموم شد هر که با پیش بر این داستان سر همینه خب این ناخون کارا که میگی ما نرفتیم بگردیم تو کل دنیا شاید بهترین ناخونکار کار دنیای مرد باشه من نمیدونم که جوابت قشنگ بود چیزی ندارم بگم چون جوابت قشنگ بود به نظر منم نه نت... چیز داره یعنی نه نت... زن و مرد داره این داستان ها و اینا کم کم بعد جا بیفته من چند تا رفیق تعمیرکار ماشین خیلی باحال دارم قولا من به واسطه اینکه ماشین دوست دارم خیلی با این کرکتر را حال میکنم و اینکه به همون تناسب هم برای من بد نیست اگه ببینم آقایون هم یه کارایی میکنن که فقط برای خانم‌ها شناخته شده است میخواستم نظرتون رو هم بدونم و اینکه بد نیست که یکم رو خودمون هممون هم کار بکنیم چون من کامنت های منفی در مورد خ... چون همین دوستا رو دارم من اینستاگرام که تعمیرکار ماشینا و خیلی اینفلوئنسر تعمیرکار کلمش حالا اشتباه گفتم اونا گیشا یوری میریم از نه چیزی که من گفتم واقعا معنی داشت دبتی نداشت اونا گیشا، خانوما یا زنایی بودن که سامورایی بودن هم. چقدر رندوم به بحثت رب داشت ولی مرتبط بود باری که حال دام. کردی مثل من همه ترک نخوردم توی تاریخ اینا کنار اون سامورایی ها و اینا مبارزه میکردن و یکی از مهمترین فرهنگای سامورایی ها دقیقا همینه. حالا میدونی که به سامورایی ها به این کدشون و این چی میگن بوشیدو آفرین و خیلی مخففش میگن بوشی 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 بوشی, بوشی. بوشی. ولی کمی ولی. به رپ رپتش بدیم سامورایی به رپ یکی از معروف ترین دیس های رپ فارسی بوشیدوه حالا فکر میکنی بین کیو کیه یه طرفش اسمش بوشیدو اسم واقعا اسم دیسه بوشیدو اگر یک طرفش هم درست بگی یزید ندونی بخ... واقعا نمیدونم ولی میدونی من همیشه این رپ هایی که دیس ژاپنی توش داشته مثلا یادم اون زمان میگفت پیرهن سفیدتو میکنم پرچم ژاپن اینا هیچ ربطی احتمالاً با این بوشیدوی تو... تو, میگی نداره نه خب همینه پس نه این نیست این نیست اینم یه اگر اصلاً؟ گفتی آخه کدوم براه. تاپ کامنت هرچی مثلا من انجام چند تا رپر فقط تو ذهنم میاد که ممکنه این کلمات رو بگن یکی سپهره خب خب الان نه اینجوری داری داری میگی یا نه زرنگ نباش یک نفر رو انتخاب کن اینجوری که تو داری میپرسی یعنی من نمیدونم من سپهر رو انتخاب کنم درست گفتم سپهر ترک بود غلطه قلعته... غلطه نه بزن چه کاری بود بین پوتک و کچیویتس بود که سر این دیس با هم دیگه هم بیست فرند میشن اصلا یه او پوتک میره تورنتو دیگه با هم دیگه شخال کدومشون بوشیدو رو میگه؟ بوشیدو یه دیسترکیه که جفتشون توش هستن یه موزیک ویدیو نصفش اینه نصفش اونه ولی واقعا با هم دیگه دیس کردن مگه میشم آره اینا هم دیگه... مشکل دارن یه موزیک آره موزیکشو. اون گذاشت تو اسپاتیفایش موزیک ویدیوش هم اون گذاشت تو یوتیوب کانالش که به نفع جفتشون باشه درآمدزاییش ولی با هم دیس داشتن و همین دیسه انقدر مثلا ویو خورد و انقدر چیز شد که اینا با هم دیگه داشی شدن چقدر خفن حالا تو گفتی سپر رفتیم یه بحثی این هفته ما خیلی وقت راجع به رپ حرف نزدم سامورایی هم شدیم این هفته هم دیس و دیس بازی عجیب بالاه دیگه من میخوام به عنوان یه آدمی که اصلا رپ گوش نمیدی نظر تو رو بپرسم چون دقیقا همون داستانی که از توی دایرکت میان توی چت ناشناس میان هی میگن نمیدونم پوتک دزدی کرده تو کامنت چیه خلصه به شروین تیکه انداخته تو کامنت چیه آقا من اول یه چیزی بگم ما یا هر کی اصلا کسی قرار نیست راجع به هر چیزی کامنت بده مثلا میگه یکی گفته یه ویدیو بساز در این راستا اصلا من چیکارم مثلا در راستا یه آدم دیگه ای مثلا دزدی کرده یا نکرده ویدیو بسازم مثلا به من چه ولی وقتی ما نشستیم یه جا داریم ما هم صحبت میکنیم اینجا توجیح داره یه قسمتی از پادکست اگه دوستایی راجع بهش حرف بزنیم خلسه به شروین تیکن انداخته. یهو رندوم اصلا شدی که که تو مثلا جایزه بگیری از نمیدونم اونور زن بایدن به جایزه داده من نمیدونم ریدم تو جایزه تو از این جور داستان اینی که تو حال اینی که تو گفتی همینجوری گفت گفته من نرم گفتم آها خیلی اون خیلی حرسن. اون نگفته ریدم تو جایزت اون گفته چی گفته نه بابا آره و با مطمئنید که به اون گفته به خاطر اینکه بعدش سری تو تلگرامش سچ سا نوشت بعد نوشته میشه با... بگی نوشته که هیچکیو برای خودتون بوت نکنین نمیدونم یعنی یه جورایی قبول کرده چیزی که گفته رو از خر پایین نیمده ادامه داده از اون برم علی جیدال بهش پریده و خلاصه اصلا یه بلبشو این وسط آه من خیلی دورم از این فرق من باید. اگه بخوام کامنت بدم من اینجوری هم اصلا یه آدمی که توی ایران میدونی چی میگم اگه یارو خارج از این هرچ توی ایران اومده یه موزیک اعتراضی خونده بعد اصلا به هیچ کی اصلا سبکش رپ نیست یه گوشه داره ماستشو میخوره اصلا چه چر... نمیدونم من نمیفهمم یعنی هیچ چیزی ازش نمیدونم و هیچ توجیهی این قضیه نداره یعنی من فقط این آدز رو میذارم روی این که اینا یه جایی نشسته بودن توی جرأت حقیقت باخته و مجبور شده این کار رو انجام بده چون هیچ توجیه منطقی من پشتش نمیدونم نه من اصلا کلن میدونی که چرا یکی از چیزایی که از رپ خوشم نمیاد این مثلا رپ فارسی احساس میکنم خیلی اینجوریه دیگه خیلی همه به هم میپرن خسته کننده میشه این داستان همش دارم ولی تو میگی ذاتشه و مثلا اینجوری باید باشه ولی این یه ذره ذاتش ز... دیگه ذاتش خارج شده دیگه این داستانه دیگه نه نیستم این داستانو دیگه من واقعا در این حد نیستمش آه من در مورد یه موضوعی من سلطان موضوعهای بی ربطم چیلش کردی نه چیل نیست من شمشیر میخواستم میدونی به این شمشیر چی میگن آره چی میگن کاتانا نمیگن میگن کاتانا دیگه کاتانا ب... بذارت بگم حالا بعد از یه سالی شد کاتانا آفرین اسم این شمشیر اونی که بچه بوده کوچولو بوده بوده آه. چوکوتو آفرین باری کلا باری کلا باری کلا. وقتی بزرگ شده شده کاتانا این کاتانا حالا ای گفتی که به این نقاب و کلاهشون چی میگن میگن دستت درد نکنه میگن کابوتو اینا رو قشنگ آماده ایم که الان کنکور بدیم خودکشیشون اسمش چیه و چرا خودکشی میکردن؟ آقا یه داستانی راجب خودکشیشون هست من... من خیلی حال میکنم با این قضیه اولا که اسمش هاریکیریه کارکیری؟ ه... نه آقا آخر... کار بدی هم هست <كاریکیریه> میدونی چی بگم؟ آه آه یعنی آره میخوره به داستان هاریکیری <كارت> سپوکو این اصطلاح کاملشه آره تا نزدم این شمشی رو تو خلاصه این داستان خیلی جالبه اینا وقتی توی یه گیر میکنن خودشونو میکشن برای اینکه دست دشمن نیفتن این یکی از آپشناس که خواهر میکنن ای گفتی دستور بهشون میدن اون بوشیدوا به خاطر خب... مجازات میگه آقا تو یه کار مثلا چیزی کردی تو دیگه به درد این زندگی نمیخوری من به دستور میدم که کار کیری کنی آفری میگه که آقا من انقدر این خلافم بزرگ بوده که خودم میدونم پس خودم یک یه کار هاری کیری میکنم یعنی آره. این خیلی داستان جالبی یعنی اون میگه خودت خودتو خلاص کن ام. من کاری ندارم من این داستان دیگه خود می خودت خود میدونی خودت خودت میدونی خودت آره حالا ببین صحبت شمشیر رو قتل ها و اینجور چیزا شد من یه پوینت یکم کم صبره ولی به خیلی دوستش دارم چون اینجا تو استانبول هم داره خیلی اتفاق میفته نزدیک عید قربانی من اصلا خیلی هم عید میدیا نیستم اصلا عید قربان عید استانبول یعنی ترکاست نه فکر کنم دیگه آره آره مهمترین عید آره. حالا در اینکه عید و تعطیل و اینا خیلی ردی همه چی شوکه ولی آقا کی میشه ما دست از کشتن این حیونا بردانیم یه مشت مثلا حیوان رو نبریم یه جایی بیچاره ها رو بذاریم که مثلا میخوایم الان مثلا دیدی دیگه نزدیک وادی استانبول این اتفاق تو ترکیه میفته اطمینان زیاد دیدی بابا گاو و گوسفند رو میبری اونجا جلو مردم بابا بچه داره تو این جامعه بزرگ میشه حیوون رو اونجا میذاری مثلا یه هفته قبل یه فضایی درست میکنن اصلا آره. برای شبیه میدون جنگ تو چرا با میدون جنگ درست کنی برای بچه که ببینه بعد بعد یه روزی هم بیا یهو یه بکشیش آقا چرا این کارو میکنی من خیلی مشکل دارم با این تو داستان. اگه قرار بود این قضیه رو سری با ایشی جایگزین کنی چیکار می‌کردی آقا اصلا چرا با با نه کشتن نه یه نه نه چیزی نه. نه. کشتن نه دیگه جایگزین یه... آقا یه کار با درخت به کار باری کلا تموم شد راه هاری کی یوری بریم اصا من این دقیقاً چیزی بود که اتفاقا تو ذهنم بود اصلا کی گفته بعد یکی رو بکشی که مثلا تو عیدته اصلا اون داره زندگیشو میکنه داره علفشو میکنه اصلا بابا کاری نه خودش خاص میمیره دیگه تو چرا میکشی من خیلی بدم میاد آقا اصلا تو ایران هم مثل که خیلی میکشن گوسفند نه آره ببینم ماشین میخره مثلا برده سر یه جه یه گوسفند آقا چرا میکشی می که یکی دیگه اصلا. تو اون یارو حیوانه رو میکشی که یکی دیگه رو نکشی تو اونو می ب... که خونش رو بمالی به جایی که, که ك... مثلا ب... چیز بابا ما اصلا این فیلم ترسناک تو خونه یارو رو میمالی به پلاکت آره میفهمی چیت میگم تو میری اون خونه رو میمالی به پلاکت که بعدا نزنی به یکی دیگه مثلا دستش بشکنه بابا یزیدتو نکن کارو اصلا چه, چه حسی داری رو پلاکت خونه یه مثلا یه احتمالاً موجود چه زنده نداره دیگه من نمیدونم اصلا خیلی عجیبه آقا تو رو قرآن نکشید اصلا این کاره عید فت تو ایران عید قربان بود ببخشید عید قربان هم همین اتفاق تو ایران هست که میفته قربان دیگه. اصلا قربونی میکنن دیگه. اینه واسه اینه که میگن سیدا بشیر شیرنی بدن و اینا من, من خیلی اینا بلد نیستم بلد نیستم من اینا رو ای اما یه خبر خیلی رندوم اومد هفته پیش یعنی هفته پیشم سه چهار روز پیش اومد اندروتیت دستگیر شد بعد به یه جرم عجیب غریبه نه به جرم آدم ربایی و مثلا یه چیزای عجیب غریبهش بستن حالا من دو تا آپشن میذارم رو میز برات بله تو یکی این دو تا آپشن رو بردار تو به نظرت اندروتیت یه چیزایی فهمیده که به ضرر دنیاست هیچ چی نفهمیده سوراخو پیدا کرده یا واقعا آدم کلاش و کلاهبرداریه و اومدن اینو گرفتن بندازن شو میام خفه شو بابا داری هیچ کدومش به نظر من اندروتیت یه آدمیه که سوراخو پیدا کرده بود تو سوشال مدیا دید داره با این حرفا و اینا معروف میشه یه سری هم فهم پیدا کرد مثل توهم توته است آدما خیلی زود توهم توتر رو باور میکنن چون لذت بخشه اگه من به تو بگم که مثلا میدونی که ما رو زمین نیستیم ما یه سری عروسکی مثلا خیلی خوشت میاد داستانه خیلی جذابه ترجیح میدی اینو باور کنی تا بری یه ما سرچ کنی و پیدا کنی ما از کجا اومدیم یا فرضیه ها چیه اندرو تمام هم, هم این کارو میکرد مثلا ماتریکس و این بیناموس رو آره. دهن ما رو از سرویس خارج شد. هر کی ترید میکنه ماتریکس باز شد حالا بابا ول ماتریکس رو از ماتریکس خارج شدیم فلان شدیم درون شدیم یه چیزی هست باز یه پوینت مثبت همین وسط داشته باشه هی به نه کلا راجبه همین چیزی که میگی توهم توده و اینا من چیز رو داشتم گوش میدادم پادکست بی پلاس رو داشتم گوش میدادم علی بندری علی بندری بعد یه حرف خیلی باحالی داشت میزد اونو گوش دادی که راجبه میگن تصویر یه چیزی رو تو نون داریم میبینیم نه. خیلی باحال کامبیز میگه یه سری از آدما خب یه چیزی روشون انجام دادن یه آزمایشی روشون انجام دادن یه سری از آدما رو میارن که بهشون احساس پوچی بدن احساس کمبود بدن بگن آقا تو مثلا خاطرات تلخشون رو یادشون میارن جایی که شکست خوردن جایی که پیشرفت نداشتن و اینا مثلا طرف میگه چرا آدم به درد نخوریه یه سری آدم دیگر رو میارن یه سری خاطراتی رو یادشون میارن که توش خیلی موفق بودن خب خب بعد جفت اینا رو میبرن جدا میذارن سر یه امتحانی امتحانه چیه یه کاغذ گذاشتن روش پر نقطه است همونو جلو این گذاشتن جلو اونم گذاشتن میگن اون اکثر آدمایی که حس پوچی داشتن و احساس میکردن در گذشتهشون موفق نبودن و شکست داشتن و اینا توی اون نقطه های بدون معنی کلی معنی پیدا کردن خب ولی اونای دیگه به هیچ نتیجه ای نرسیدن چرا به خاطر اینکه مغز اونا تو اون لحظه دوست داشته تمام زورش رو بزنه تا ثابت کنه آقا من یه چیزی میدونم که بقیه نمیدونن آها چقدر جالب آه. بود این حالا بس پیدا میکنه به جامعه مثلا وقتی یه جامعه سرانه مطالعه اش یا چه میدونم کلا اون تحقیق آدما و اینکه ای مطالعه کنن و فلان اینا کمتره توهم توت میل به باور کردن توهم های توته توش بیشتره برای همین تو اروپا و حالا کشورهای دیگه ای که مثلا چیز داره کمتر به این داستان ها اعتقاد دارن این توهمات و فلان اینا بیشتر مال این وره یه جورایی آره درسته تو خودت اصلا نظرت تو هیچ وقت در مورد اندرو نگفتی چون چندین بار توی حتی پلنت در مورد صحبت من خیلی گوش دادم پادکست های... بعضی وقتا حرفای باحالی میزنه حرفایی میزنه که اینجوری میشه که شد این چه جوری مثلا تخم کردین رو بگه میدونی چی آره. ولی تهش هم میدونی یه حالتی به دست میده که خب یارو واقعا به قول از شاید رو پیدا کرده بعد میاد واقعا یه سری حرفایی میزنه که یه جا به تو هم برمیخوره مثلا داره به یه وات کالر بوگاتی نه اصلا داره زن ستیزی میکنه خب بعد تو هم که اصلا زن نیستی او بهت برمیخوره که حالا چه حالا اصلا کسی چیزی نگفته یهو یه, یه دونه چی میگن یه جنسیت دیگر رو داری کلا میزنی اصلا چند تا پادکست ازش دیدم رو... که در مورد اینکه مثلا دوست دختر قبلی با کس دیگه رابطه داشته و اینا خیلی حرفای عجیب غریبه مثلا من اینو میگم مذهبی طور میزد آره من میگم اگه نرمال این حرفایی که داشت میزد میزد و خیلی گارد نمیگرفتن روش ولی من احساس میکردم انقدر دوست داشت یه چیزی بگه که همه بر ضدش هم ما هم داریم چند تا دیگه تو ایران حتما دوست دارن یه چیزی بگن آفه. که زد خلاف یه جرته. مسئله خیلی مهمه سوشال مدیا در تو به وجود میاره مثالش تا حالا شده با خودت رو درواسی داشته باشی یه جاهایی تو رو درواسی خودت گیر میکنی به خاطر حجمی که مردم به تو وارد میکنن یعنی مثلا یه مثلا؟ پادکست از تو میاد بیرون در مورد یه چیزی ضد زن صحبت کردی خب حالا ضد زن یا هر چیزی و این ترند میشه خب یه سری هم مخالفم ولی خیلی حجم زیادی رندت مخ... میکنن تو یهو یه به خودت میای میگه این جواب داد خب تو تو رو درواسی خودت قرار میگیری خیلی آدم های کمی که بگن این جواب داد همه میگن فاک ریدم ولی خب در مورد اندروتی خب دیدی که من میگم اون دو درصد آدم اون شکلی هن. ولی خیلی طرفدار پیدا کرد خب من به نظر میاد آدمایی مثل اندروتی تو رو درواسی خودشون قرار میگیرن یعنی اون حجمه بهشون وارد میشه و احساس میکنن که اه جواب داد من همین آدمم هم. بد این حرفا رو بزنم بعد یه مدتی به خودباوری این داستان میرسی میگی که اه درست شد الان من خودم به این خود باوری رسیدم که این دارم میگم <applause> 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 ببین بذار یه چیز جالب بهت بگم آه. 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 من خانومه یکی از دوستام طراح یعنی طراحی میکنه نقاشی میکنه و اینا بعد یهو برای من یه ویدیو فرستاد اینو دوست دارم ببینی این کامل نشده ای که منم که جفتمونیم پلنته این تویی قراره تو پروسه یعنی تو چند هفته همینجوری یه بوم بزرگه من لباس فضا تنمه اصلا ماشین و همه چی سیستمش هست خانم دوستش دمت گرم سپید است اسمش اگه میخوای بس بگی خانم سپیده دا. واقعا دمت گرم آره دم خشایار سپیده گرم واقعا من یه دونه تا ایران دونه چیز کردن الان نمیدونم ایرانن یا نه, نه اینا همش این مارکوپولو میرن اینور اونور ولی ام، اون تابلو هم که پشت سر من بکراندم اینا هم تو ویدیو دیدی یا نشوید بله 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 خیلی وقت پیش تیشون... اینا دو سه سال تیش پیش پیشون پیشون رو گرفته بودی آره، برای همین خیلی کارش درسته من اینجا واقعا دوست داشتم که این نقاشی رو نشون بدم من انقدر حال میکنم این بچه‌ای که اینجوری حالا اینجوری لطفا اینجوری اصلا خیلی عشق داد حالا قرار گالری بذاره و اینا دیگه امیدوارم بهتر علا... یه موضوعی میخوام بهت بگم فکر چات فکر نمیکنی من این اپیزود در مورد صحبت کنم من از یه دیده دیگه میخوام صحبت کنم ولی تو خودت رفتی تو دلش یکم بیشتر تحقیق کردی تحقیق کرد تو دلش بودی یه دختر خانمی هفته گذشته یعنی همین چند روز گذشته متاسفانه فوت کرد تو استانبول که ظاهرا تو دورا دور یا حتی شاید از نزدیکتر میشناختیش من به هیچ عنوان رو نمیشناختم اسمشون هم ولش کن همه میدونن دیگه تو استانبول آره همه میدونن در مورد کی صحبت میکنیم حالا یه سری ها استوری گوشن درد دل کردم باهاشون یه سری دوستاش بودن یه سری ها نبودن. من به اون چیز اصلا کار ندارم ای دوستاشی به اونا میپردازیم یک من فقط یه لحظه من ایشونو هیچی چی یه پستشو باز کردم یه کامنت یه کامنت دیدم که خیلی تعجب کردم و خیلی منو برد تو فکر کامنت نوشته بود که فکر میکردی که فکرم خیلی هم لایک کرد فکر میکردی که این پستی که گذاشتی زیرش همه پیام تسلیت خودتو بهت بگن بعد این خیلی فکر عجیبی بود ما بعضی وقتا تو شوخی این حرفه رو میزدیم زمان ردلاین هم این بود که میگفتیم میدونی که مثلا یه روزی آخ لباسی که میخری لباسی که قرار توش بمیری خب که خیلی جمله دارکه خیلی بانمکه اه. ولی دارکه و وقتی من این پست رو دیدم خیلی تعجب کردم گفتم چقدر زندگی عجیبه آخرین پستی که میذاری ممکنه اون پستی باشه که مردم زیرش دارن به تسلیت میگن خب بعد دیدم یهو حاشیه ها درست من که اصلا نه ایشونو میشناختم نه چیزی گوشتم یه سری آدم براش پست گذاشتن یه سری دوستاش بودن پست گذاشتن یه سری دوستاش نبودن که از نظر من هیچ اشکالی نداره اگر دوستش هم نیستی بذاری تسلیت بگی یه سریا به اینا میپریدن یه سریا باز به اونا میپریدن آقا یکی دیگه جونش رو از دست داده به هر ترتیبی خانوادهش ناراحتن و این ترند شده دست خانوادهش هم نیست که سر نشه آره. اگه حال نمیکنی اصلا این چی نگو اونی که حال میکنه تسلیت بگه به اون گیر نده خب اصلا شاید من حال نمیکنم مثلا یه کسی خیلی دیدم که مثلا اصلاً اصلا دوست داشته واسه شواف این رو بذاره یه کمی به هم کمتر گیر بدیم دیگه دیگه موضوع سر مردن یک آدمه میدونی چه میگم یکی زنده نیست که بگیم حاشیه دو برای تردمون حاشیه درست میشه برای همه آدم بابا یه نفری فوت کرده به هر ترتیبی چه خودشو کشته چه فوت کرده و دختر جوانی بوده که حیف واقعا آره. بابا بی خیال که تو به اون گیر میدی که تو چرا اینو گذاشتی حتی من اون هم میبینم و... کسایی که چیزی گذاشته بودن و ریاکشن بعدی گرفته بودن به نظر من دیگه توضیح فایده نداره دیگه ول کنید یعنی اون که هر دو طرف بده به هم گیر بدن که ما گذاشتیم به خاطر این یا اگر تو نذاشتی فلان یا اگه تو گذاشتی چرا آره میدونی یه کمی این من منو خیلی ناراحت کردی من تنها چیزی که اومد تو ذهنم موقعی که اول که مثلا فکرشو نمیکردم اصلا اصلا, اصلاً میشناختی میدونم که صحبت کرده بودی ببین نه که نزدیک باشیم ولی خب دیگه تو خود خیلی آشنا داری خیلی میدونی یعنی مثلا در حد شاید یه دایرکت شاید یه حال و احوال فلان و اینا اصلا باور نکردنی بود اتفاقی که افتاد حالا نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشیم من فقط میخوام این کامنتری که گفتی اینو بگم موقعی که من کامنت یعنی تنها چیزی که رسید به ذهنم که بعد از این داستان باید بنویسم همون چیزی بود که تو تلگرام نوشتم تو استوریش هم گذاشتم گفتم آقا یه سری اتفاقا میفته اصلا کاری نداریم یه نفر دوست داره هم دردی کنه یه نفر دوست داره بعضی هم از آب گلارود ماهی میگیرن دوست دارن فقط خلاف جهت برن که بگید دو نفر دیگه تیکه بندازن اصلا کاری به اون داستان شنیم میگم می آقا پوینت قضیه این شکلیه که همین الان حالا شاید یکی استوری اون موقعی منم نایده. همین الان برو به اون رفیقت که الان مثلا چهار سال رو ازش خبر نداری بی دلیل اصلا نمیگم اونی که باش پدر کشتگی داری یا هر چیزی یه سری رو دیدی بی یا ازش خبر نداریم آقا یهو برو رندوم بهش یه مسیج بده حالش رو بپرس تهشم هیچی ازش نخوا چون... اینو تو نوشته بودی یکی نوشته بود آره،, نوشته آره،, بود اینو. آره ما قجعیدن عادت کردیم هر چی میخوا... مثلا یه چیزی از طرف میخوایم مسیج میدیم ده خط بعد تو اسم یارو میبینیم یو... این یارو مسیج حتما یه کاری داره خب بعد ده خط میگه که راستی اون قضیه که بود مثلا میتونی برای من تو حالا که استانبول این کارو بکنی نکن الان به طرف مسیج بده تهشم هیچی ازش نخوا بگو آقا فقط خواستم حال تو بپرسم این حال طرف رو خوب میکنه حتی اگه دو ماه دیگه هم فکر میکنی باش کار داری الان حالش بپرس آره الان حالش رو بپرس همین یعنی من میگم من تنها چیزی که از این قضیه به ذهنم رسید این بود که خیلی موقع تو اصلا حال طرف رو... حالا این یه چیز هم شوخی یعنی جوک تلخه میگفتش که از اون چل روز در میون خبر بگیرین که اگه خدایی نکرده فوت شده بود به چلوم طرف برسی او می میگم دارک بود. این آره این دارکه ولی خب فکته یعنی از اون آدمایی که برات مهمه خب خبر بگی فقط کارش داری نه سراغش دیگه حالا یکم هم تلخ شد ولی اینو میخواستم بگم حالا تلخ شد این هم یه ذره تلخه نمیدونم تو هم استوریشو گذاشتی من خبر ندارم چه اتفاقی افتاد اون زیر دریاییه اخ 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 اخ. من تا جایی که میدونم میگم اگر اشتباه کامل درستش برو بریم من دوستم به هم گفتش که یه عده آدمی که پول دارن توی اون زیر دریایی هم و رفته بودن لاشه تایتانیک رو ببینن بله بقش تو ببینم دیویست دلار پول داده بودن همشون اینجوری نیستن اگه اشتباه نکنم دو نفرشون متخصصن یکیشون اصلا تخصصش همین چیزای باستانی زیر دریایی و اینا چیزا بوده که برن یعنی در مورد تایتانیک تحقیقات داشت یه نفر آدم وارد بود یه نفر هم مثلا کسی بوده که مسئول اون زیر دریایی و یعنی اطلاعات چیز داشته بقیهشون یه جورایی توریست این داستان حساب می شدن که پاکستانی پول هم بودن بده. آره پول داده بودن و رفتن و حالا اصلا پولو که ولش کن با پول این چیزا راه نمیفته این لحظه ای که الان منو تو اینجا نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم فکر کنم نهایتا یک روز دیگه اکسیژن داره یعنی شاید لحظه ای که پلنت داره پخش میشه دیگه نباشن باریکالله. امیدوارم باشن خیلی دارن دنبالشون میگردن خیلی ها پرسیده بودن که چرا مگه با این تکنولوژی مثلا سیگنالی نمیفرسته انقدر عمق زیادی اونو کرده جایی فکر میکنی احتمال خیلی زیاد خب به خاطر اینکه صدا شنیدن یعنی دیتکت کردن که صدا شنیدن اینا هنوز زندن خب ولی یه حساسی یعنی صداشون دارن میشنن نه صدای آدم نه امواجی رو آها، آها، این تا چند آها. ساعت قبل نمیدونم شاید جدیدن اتفاق جدیدی افتاده امواجی رو شنیده بودن که نشون میداد یه سری آدم زندن اون پایین خب یه جای گیر کردن بالاخره دیوان. دیوانه دیوونه که نیستم خودکشی که نکردن خب یه جای گیر کردن ولی چند ساعت بیشتر اکسیژن نداره البته که مرگ خیلی دردناکی نخواهند داشت امیدوارم که نمیرن خب به خاطر اینکه خب نه تو همون اکسیژن اکسیژن تو همون زیر دریایی که تموم بشه اونجا میمیرن خب و اینجوری نیست که خفه بشن بیان تو آب خفه بشن متوجه منظورم شدی آها. یعنی شاید تصور عمومی اینه که اینو الان یه همون منفجر میشه میریزن تو آب میمیرن نه اینجوری نیست همون تو اکسیژن تموم میشه امیدوارم که نشه امیدوارم برنامه که داره پخش میشه اینا خبره اوکی شده باشن بعد مطمئن باش برای این سفر کلی پلن چیده شده بوده اصلا تو قبول داری تایتانیک نفرین شده است اونم داستان یه سری پولداری بوده که داشتن آره بر اولین بار بعد غرق میشن یه بار جدی بشین راجع به تایتانیک صحبت بکنیم تو خیلی, خیلی فکتای عجیبی بده که لگوی منو بذاری توش آره جلوت داری در موردش صحبت میکنی آره میخوای برنامه بعدی هستن بریم در مورد تایتانیک صحبت کنیم باری الله ولی تایتانیک خیلی سه عجیبیه ببین من بچه بودم فیلم تایتانیک هنوزم هست واقعا اصلا من عجیبه. من هر بار نگاه میکردم گریه میکردم من اصلا گریه نمیکنم آره. من با تایتانی گریه میکردم خیلی عجیبه چقدر این فیلم خوش ساخته ولی قبول اون آخرش باگ بود کدوم آخرش چوبه خب جفتتون یزید میرفتین روش دیگه یزید رفتی گشتی دنبال بلوپرز و گوف و این داستان برنامه آخه نگشتم آره من نگشتم خورد به چشم با اون موقع ما هویج بودیم اینو ساختن خب ولی قبل داری, داری باگه یه سری ها میگن نه وزنشون رو نمیتونسته ستون جیمز بانه. کامرون درست کرده بود اگه بعد میدونی توی استخر یه استخر بله بله استودیو بوده استودیو بوده چقدر تمیزه هشت چقدر, چقدر ما تمیزه حالا صحبت این شد گفتی استخر و دکوریشن و اینا میدونی که نتفلیکس داره اسکوید گیمز و انقدر این ترند شد اسکویت گیمز رو داره بازی کن. واقعیش رو درست میکنه اخبار شما بیرون به زودی داره بازی واقعیش رو درست میکنه با همون تعداد شرکت کننده جایزه هم 456 اگه اشتباه نکنم 456 میلیون کارو مستر بیس کرده که 456 میلیون دلار نبود کاری که مستر چقدر خفن مستر بیس درست کرده بود اینو 456 میلیون دلار بود ولی فکر کنم مستر با دلار 456 میلیون دلار برای مستر هم زیاده نه، نه اونقدر اصلا فکر کنم <تصفت> <اونقدر مستر بیسه> <تصفح> <تصفح> <نه داره. تصفح> اگه داری همین الان کامنت کن مستر بیست ولی اون هم دارن درست میکنن و اون مراحل رو قرار خود نت ولی به قول تو من این خبر رو که خوندم اینکه مثلا مستر بیستین کار رو کرده بود انقدر اون تمیز بود که دیگه من فکر نکنم مثلا نتفلیکس داره روم سرویس اسکی میکنه یه جورایی آخ این بده خیلی عجیبه یعنی آه. اصلا فکر کنم مثلا یه جایی به اون عظمت داره از تو اسکی میکنه. تو ببین چقدر گردن کلفتی واقعا هم خفن درست کرده بود دیگه فکر کن یه روز مثلا برنامه چم بازی پلنتو بسازن با همین لباس تصور کن چیکار بکنیم فکر کن آخرش مثلا هاری کری میکنیم شاخ گذاشت تو آره یه معرفی کنم هلو تیم داره کامل میشه آتی از بچه های هالیوود و وود کی بریم هند خیلی خفن دارست کردی مراد بکنید دیگه نگه میدارید دیگه اینا رو برامون درست هم خونم دیپوری اینا

دیگه را حساب محسوس جان میخوای بازش کن و آره آره الان پاره نکن در بیار. چیو <applause> جمله عالی بود الان آره پاره نکن در جان اول در و پاره کن زدی؟ <applause> <applause> اون اگه خراب شد سیبیل زاپاسم هم داشت تمام ها اسمش هم شبیه جاپانی هاست حتی <تصفح> بابا این حتی <تصفح> بابا این حتی <تصفح> <سای> بابا این حتی <تصفح> <سای> بابا این حتی <تصفح> <سای> بابا این حتی <تصفح> <تصفح> بابا این حتی بابا این حتی بابا این حتی بابا این حتی بابا این استرسی شدم بعد الان همش استرس دارم یکی ببینه ولی این منطقیه دیگه الان شبیه یه متال هدی هم که مثلا دارم میرم یه گیتار بگیرم خورد کنم تو سر خودم تعالی. ای. دی اینجا بده اینجا بده قیافه اصلا چیه الان بای من درستش کنه به دقیقه سخته گوشت دادم به این اینجا تو آینه با تو کلاس کار آینه تکون بخور آها این باید اینو با رو ولی پارچه اضافه قرمز هم دارم ولی چرا وقتی تیشرت رو بپوشونه مگه سیاه سیرو سیاه خوبه سیاه سیاه نه بعد اینکه خفن‌تر است دیدش نکن اصلا صورت یه آدم سوبر صورت یه آدمی که داره ردبول میخوره قبل برنامهش من میخونم فقط مامان تکرار کنه که دیگه فرنگیز لشات می not sure میو ام چیه ما بیا رفتنشو بگید یه بار دیگه بیا بیا قبلش جیشو میزدم نه؟ تا حتما بعد موقع شاشیدن هم تا آخرش وزکشی امروز آماده ایم آتیجان داره من حاضر میکنه امیدوارم که این مسابقه هم سر و بر همه برای تنان عرضی هم بابایی بیرکرد بابایی بیرکرد بابایی بیرکرد بابایی بیرکرد بابایی من وا آی 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 و تشینو نماه تا پاشی توشه و تشینو نماه تا پاشی توشه پاش ها نداشتو؟ پاشی تا پاشه؟ توشه ولی تا پاشی توشه تو خونه توشه میکنه بریم این اول قضیه است تازه و تاشی و نماه کمیک از بگامه

ولی در واقع اسمش هاریکیری نبوده اینجا کات میخوام بهت بدم <applause>